دوستان عزیز سلام، با آموزش زبان انگلیسی خوش آمدید. دوستان عزیز موضوعی درس جمله است. بالاخره با آموزش جمله رسیدیم. از صفر شروع کرده بودیم و رسیدیم به آموزش جمله. دوستان عزیز درس امروز در صفحه 58 کتاب است. امروز درباره علامتگذاری جمله یاد می‌گیریم، درباره ساختار جمله یاد می‌گیریم و درباره فعل، فاعل و مفعول یاد می‌گیریم. دوستان بیاین که شروع کنیم با علامت گذاری در یک جمله دوستا در جمله انگلیسی هر جمله انگلیسی با حرف بزرگ شروع میشه اینجا ببینید ما سه جمله رو نوشته کردیم I am from Afghanistan هر جمله انگلیسی باید با حرف بزرگ بزرگ انگلیسی شروع شود. مثلا ببینین I با حرف بزرگ شروع شده This ببینین T بزرگ است T-H-I-S با حرف بزرگ شروع شده و how are you هم با حرف بزرگ انگلیسی اچ شروع شده ای شد دوستا علامت گذاری شماره یک یا موضوع اول درباره علامت, گذاری هر جمله انگلیسی را که نوشته میکنین با حرف بزرگ شروع کنین و خاطر وقتی کسی جمله شما را میخوانه وقتی ببینه که با حرف بزرگ شروع شده می اتومات میفهمه که یک جمله جدید است جمله نو شروع شد بناهن بسیار مهم است که جملات نو تان را مثلا پنج جمله نشتا میکنین. هر جمله تان باید با حرف بزرگ انگلیسی شروع شود موضوع اول موضوع دوم هر جمله باید با نقطه تمام شود جمله مثبت البته هر جمله مثبت باید با چی تمام شود با نقطه تمام شود دوستان علامت گذاری در انگلیسی بسیار مهم است چون اگر علامت گذاری درست نکنیم معنا و مفهوم جملات ما تغییر میکنه بنابراین بسیار زیاد متوجه باشین پس اون علامت های دیگر را میخوانیم اما فعلا همین چند علامت گذاری که برتان میگم مهم است به یاد داشته باشین موضوع دوم موضوع دوم این است که ایره کل ما شما میفهمیم که جمله های سوالیه باید با کلمه س... علامت سوالیه تمام شوند هر جمله سوالی تان باید علامت سوالیه داشته باشه یک چیز دیگر که باید یاد بگیرین ای است علامت نقل قول علامت نقل قول اینی ای است دوستا ای چی است؟ علامت نقل قول است دوستا نقل قول چی است؟ فرض کنین احمد برمد دیروز گفت که شما هر روز یک سیب میخورید وقتی ما عین کلمات احمد را دوباره تکرار میکنم بدون تغییر این نقل قول مستقیم میگه مستقیم به این که عین چیز را که احمد گفته ما باز دوباره تکرار میکنم یا هر کسی گفته باشه یا نوشته کرده باشه اگر کلمات و جملات کس دیگری را شما بدون تغییر دادن تکرار میکنین یا باز نوشته میکنین باید چی کنین علامت نقل قول را باید در هر دو طرفش نوشته کنین ده حالت ببینین وقت کس بخوانه که This is my brother و ای در بین علامت نقل قول باشه اوتومات و آدم میفهمه که جمله و هر چیزی که اینجا گفته شده گفتار کسی دیگر است و اینجا نقل قول شده تنها جمله میتونید میتونین مکمل پروگراف را یا ده جمله را بیس جمله را در بین ای دو علامت ذکر کنین هر جایی که شما میبینین دو علامت را به این ماناست که همو شخصی که گپ میزنه یا گفته چی از کس دیگر نقل قول کرده یا گپ کسی دیگر را تکرار میکنه بدون تغییر دادن این را میگه علامت نقل قول دوستا یک چند علامت مختصر را فامید حالا بیاین که ببینیم که جمله چیست دوستا اینجا یک جمله فارسی را برتان نوشته کردیم تعریف جمله معمولا است که میگه جمله مجموع کلمات است که دارای مفهوم کامل باشه دارای فعل و فایل باشه با چی مانو؟ سعی اینجا در این جمله ما میگیم شما هر روز یک سیب میخورید این چی است اول خویی است که یک مفهوم مکمل را بر ما ارائه میکنه ببینین یک چیزش شما کم میکنم باز ببینید که مفهوم مکمل را ارائه میکنه یا نه ما فعل از پس کردم شما هر روز یک سیب چی مانا داره ای؟ معنای مکمل نداره نه به خاطر که فعلش پس کردیم بنا نمیتونه بگیم یک جمله است به خاطر که مفهوم مکمل یا معنای مکمل نداره به اساس وقتی اگر فیل را پس ما بنویسم امرایش حالی چی شد؟ حالی مفهومش کامل شد شما هر روز یک سیب میخورید حال یک معنا داره بناهن میتونیم بگیم برش که جمله است بخاطر که برای از که مفهوم مکمل را ایراه میکنه ام فاعل داره که شما فاعلش است و ام داره فیل داره خب هر سه شرط چی کرد؟ تکمیل کرد ام مانای مکمل داره هم فاعل داره و هم فیل داره بنابراین جمله را طور تعریف میکنیم که مجموعی کلمات است که دارای مفهوم کامل باشه و فاعل و فیل داشته باشه به می ترتیب در انگلیسی هم است در انگلیسی هم یک جمله باید چی داشته باشه؟ فاعل داشته باشه، فیل داشته باشه و یک مفهوم کامل را ارائه کنه فرقش نیست در تعریفش دوستا یک دو کلمه را من برتان ذکر کردم گفتم که فایل و فیل داشته باشه بیاین که ببینیم که فایل چی است فیل را یاد گرفتیم در درس های قبلی فیل را خواندیم یک عمل را نشان میده کلمه است که یک عمل را نشان میده حالا میبینیم که فایل چیز, مفهول چیز در یک جمله مفعول چیز در یک جمله ایرمه میخوانیم و درباره جمله بیشتر یاد میگیریم درباره جمله گپ می زدم چی گفتم گفتم که فایل داشته باشه فایل داشته باشه فیل داشته باشه سعیس و یک چیز دیگر هم میگیم چی است مفعول را هم در باره شکم گپ می زنیم مفعول خب دوستان فایل چی است فایل در یک جمله چی است؟ اول خیلی ریاد بگیرین که فایل را در انگلیسی چی میگه؟ فایل را در انگلیسی سبجکت میگه در سای بعدی ما باز فایل نمیگم خاطر که یاد گرفتین بعد از اون ما چی میگم؟ سبجکت فیل را چی میگه؟ در انگلیسی ورب میگه ورب ورب مفعول را چی میگه در انگلیسی؟ آبجکت آبجکت خب مانه های انگلیسی شو خبرتا کردم اما بیاین که یک کمی در ازی صحبت کنیم که فایل چی است تعریف فایل دوستایی است که فایل انجام دهنده عمل است هر شی یا شخصی که یک عمل را انجام می تیره چی میگه؟ فاعل میگه مثلا در این جمله در جمله که بر شما اینجا نشته کردم یا من یک جمله دیگر بر نشته می کنم I see احمد I احمد every دی خو یک جمله است معنایش هم است که من هر روز احمد را می بینم می بینم خب من هر روز احمد را می بینم دوستا گفتیم فایل انجام دهنده عمل است در این جمله I see Ahmad every day من هر روز احمد را می بینم در جمله من هر روز احمد را می بینم انجام دهنده عمل کی است؟ انجام دهنده عمل من است من بناهن من چی شد؟ فعل جمله شد. سی میبینم می بینم چی است؟ دوستا گفته بودیم کلمه ای که عمل را نشان میده چی است؟ فعل است. بناهن سی فعل شد. و اول می یاد میگیریم که مفعول چی است؟ مفعول چی است؟ گیرنده عمل است. گیرنده عمل یا هر شی که عمل بالایش انجام شود. مثلا سیب را میخوریم سیب چی شد؟ مفول شد به خاطر که سیب گیرنده عمل شد عمل خوردن بالای سیب انجام شد سیب چی شد؟ مفعول شد یا در جمله ای سی احمد در این جمله مفعول چی شد؟ احمد شد به خاطر که من می بینم ما انجام دهنده عمل هستم. احمد چی شد؟ احمد گیرنده عمل شد عمل دیدن بالای احمد انجام شد یا در اینجا واضح تر برتان معلوم میشه You eat apple شما سیب میخورین وقتی میگیم شما سیب میخورید عمل خوردن بالای سیب انجام شده بنابراین سیب چی است؟ مفعول است یوم شد مفعول فایل چی است؟ فایل انجام دهنده عمل است. انجام دهنده عمل یا فیل است. خب. حالی بیاین که جمله را دوستا تذیه کنیم ببینیم که جمله انگلیسی چطور ساخته شده و بعد از او مثل امی جمله دگه بسازیم. یک فرمول باید داشته باشیم. که اول چی میاید، دوم چی میاید در یک جمله انگلیسی و در آخر جمله چی به خاطر که تمام جمله های انگلیسی یک قانون را پیروی میکنند. و او قانون را که یاد گرفته ما شما مثل امو جملات که هست به اساس امو قانون جمله میسازیم. خب بیاین. آی چی هست؟ گفته मान चाहम देस सी मनो दिदान सी दिदान आई सी मन मे बीना वर्ब و بعد از او چی است؟ احمد است احمد چی بود ای جمله؟ احمد گیرنده عمل بود نه؟ احمد در اینجا پول است آبجکت خب ببینید دوستا که فرمولش را یافته فرمول عمومی شاید بعض جملات یک کم فرق کنه یا اگه جمله بسیار طولانی باشه اعضای یا بخش های دیگر داشته باشه اما فرمول عمومی جمله انگلیسی چی است؟ Subject, Verb, Object بعضی جملات Object نداره یا مفعول نداره دو صورت Object نمیگذاریم اما Subject و Verb همیشه داره جمله بنابراین بیاین که فرمول عمومی جمله انگلیسی را نشته کنه سبجک پلاس ورب پلاس آبجکت سبجکت از طرف چپ براست اول سبجکت بعد از او ورب بعد از او یا مفعول یعنی که چی از مختصرش اس وی او اس وی او فرمول مومیش است بعد از, و... این وقت که هر وقت جمله می سازین جمله مثبت در انگلیسی چی است؟ فاعل جمله می فیل فعل و بعد از او مفعول می آید حالا بیاین که یک چند مثال دیگر هم کار کنیم دوستا سکرینشات شات از این بگیرین یا نوت بگیرین و بعدا برتان یک چند مثال دیگه میگم خب دوستا فهمیدن جمله یا تعریف جمله را که خواندیم و را فامیدیم که جمله چی است بر ما ای را کمک میکنه که دگه ما جمله ناتمام نگوییم نصف جمله را نگاییم در انگلیسی ما و شما دیدیم زیاد مردم را که حتی در امریکا در کانادا در کشورهای انگلیسی زبان زندگی میکنن ده سال 20 سال اما وقت صحبت میکنن انگلیسی جمله ها را ناتمام میگن مثلا بجای ازی که بگوین I am from Afghanistan میگه I Afghanistan اما مفهوم را افاده میکنه یا کسی میفهمه یا حدس میزنه که اینی گفه زد اما جملهش درست نیست یا مثلا جمله را نصف جمله را میگه به نان وقتی یاد گرفتیم که جمله چیز جملات مکمل چی است طرز صحبت ما تغییر میکنه و انگلیسی را درست و میاری صحبت میکنیم به این خاطر این موضوع فامیدن از که جمله چی است و چطور ساخته میشه بسیار مهم است به خاطر که ما شما وقت انگلیسی رو یاد میگیریم باید دمو سطح پایانی نمانیم امروز که ساختن جمله یاد گرفتی فردا ساختن جمله مغلقتر یاد میگیری آهسته آهسته کل صحبت باید مطابق گرامر و دستور زبان باشه در انگلیسی و بهتر و بهتر صحبت کنی هدف تنهایی نباشه که همون مشکل خود را به یک طریقه حل کنی اما باید درست صحبت کنی خب دوستای عزیز یک چند مثال را کار میکنیم مثال اول You go to school every day. خب. دوستا گفته بودیم که در انگلیسی جمله چی رقم ساخته میشه جمله گفتیم که ساخته میشه با subject plus ورب plus object از چپ براست سبجکت فایل ببینید در جمله دوستا یو فایل است گو چی اس فیل است سکول متباقی جمله است یا مثلا میگیم they آنها سپیک سپیک صحبت میکنند پشتو ات هوم خانه رو میگم they آنها آنها چی هستن؟ فایل جمله است. در شروع جمله آمده همیشه فایل جمله در شروع جمله میه میتونه زمیر باشه فایل جمله یا اسم باشه هر چیزی که باشه در شروع جمله میه انجام دهیم ده عمل مثلا یو جایش یو شاید ما بگویم نام تا مثلا بگویم که همیده سپیکس انگلش یا وی آنها جای آنها بگوییم که احمد و محمود بازم در شروع جمله میه they speak فیلس صحبت کردن را میگه پشتو at در خانه آنها در خانه پشتو صحبت میکنن سه we ما agree agree with you we فاعل جمله است در شروع جمله آمده agree فعل است چی مانا موافقت کردن را میگه we agree with با شما ما موافقت میکنیم با شما subject verb و متباقی جمله مثلا میگیم 4 سعی کنین هی ایت ایت خوردن را میگه ایتس به خاطر که مفرد است ایت شده ایت اگز اگز اوری مورنینگ او می خورد تخم هر صبح بنابراین چی کردیم؟ دیدیم هی انجام دهنده عمل است چی میکنم؟ می خورد ایتس فیل است اکس ایوری دی اینجا این جمله ما مفهول هم داره اکس چی است اینجا؟ مفعول است بعدشان مفعول ندارم مثلا این جمله دیگه را ببینید بسیار ساده I am happy یوم جمله است به خاطر که یک مفهوم مکمل را افاده کرده و سبجکت یا فایل داره و فیلم داره بودن فعل بودن داره I am happy من خوش هستم یک جمله دیگر هم نوشته می I like I like tea I like tea. I من لایک like, خوش داشتن رو میگه I لایک like, من خوش دارم تی چای Subject. ای چی شد ورب شد و یوم تی یا مفعول شد خب دوستایی بود موضوع جمله جملات موضوعات دیگر هم داره این جملات ساده انگلیسی است آیستا, آیستا ما شما درباره جمله دیگه هم میخوانیم و بیشتر یاد میگیریم اما شروعش هم اینجاست دوستا و طور که تاکید ما همیشه بالایی بوده که خودتان یاد بگیرین که چطور جمله بسازین و همیشه گفتیم که وقت جمله ساختن را یاد گرفتین انگلیسی را یاد گرفتین ما شما ابتدای جمله ساختن را یاد گرفتیم شروع درس های جمله ساختن است دوستا تمرین کنین فعل هایی را که در کتاب برتان ذکر کردیم او را بخانین. و تمام کلمات را که یاد دارین همین وقتتان است که با هم یک جای کنین کلمات را جمله بسازین صد جمله دو صد جمله هزار جمله بسازین تمرین کنین تمرین کنین تمرین کنین تا خودتان بتانین جمله بسازین فرمول عمومی شال می فامین. که همیشه در شروع جمله فایل را میارین بعد از او فیل رو میارین و متباقی جمله رو میارین اگر یک پنج شش ده جمله را غلط جور کردین یک دو تایش درست جور میکنین بالاخره ازستا آستا, استا جمله ساختن را یاد میگیرین و انگلیسی را یاد میگیرین خب دوستا در صفحه شست و یک تمرین جملات است تمرین بسیار مهم از دوستا که با شما کمک میکنه تا جمله ساختن را یاد بگیرین و چیزایی را که یاد گرفتین را تمرین میکنین و در آخر کتاب میبینین که آیا درست ساختین جملات را یا نساختین بدون استاد هم میتونین که خودتان چک کنین کار خود را خودتان جملات خود را چک کنین تمرین 23 و 24 را در صفحه 61 تکمیل کنین و بعد از او درس بعدی را میخوانیم تشکر دوستا و از یادتان نره اگر درس را تا به حال را دیدین لایک کنین سابسکرایب کنین و با دوستایتان شریک بسازین تشکر